تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک قسمت چهلم. رویارویی با ستمگران به قشریگری و جمود مشروعیت نمی بخشد. در بخش گذشته ضمن شرح وقایع قرن 14 میلادی به موارد زیر اشاره نمودم. قتل عام در بروژ، انتقال پاپ از روم به اوینیون در فرانسه و شدت گرفتن اختلافات در کلیسای کاتولیک، رابرت بروس قهرمان جنگ های استقلال طلبی اسکاتلند، ورود توپ های آتشین در جنگ، منسا موسا امپراتور مالی و افسانه تیمبوکتو، جنگ های 100 ساله بین انگلستان و فرانسه، نبرد کرسی و پواتیه که در خلال جنگ های 100 ساله روی داد، شیوع طاعون مرگ سیاه در آسیاب و اروپا، عصر ادبیات در ایتالیا و نقش دانته، فرانچسکو پتراک و جوانی بوکاچیو بر افکار عمومی، یوانگ جانگ بنیانگذار دودمان پادشاهی مینگ در چین، نبرد کوزوو بین ارتش سربستان و بوسنی از یک سو و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر، و امیر تیمور گورکانی، تیمور لنگ، که سال 1370 میلادی سلسله تیموریان را تأسیس نمود. در این بخش به مهمترین وقایع قرن 15 بین 1400 تا 1500 میلادی می‌پردازم. ۱۴۰۲ نبرد آنکارا و اسارت سلطان بایزید، امپراتوری عثمانی از نیمه قرن 14 در آسیای صغیر پا گرفته و زمان سلطان بایزید اول در اوج قدرت بود. وی بلغارها و سربها همچنین امیرنشین آناتولی را شکست داده و بوسنی را هم گرفته بود. بایزید به ایلدروم یا سائقه معروف شد، چرا که بر دشمن سائقه‌وار میتاخت. وی برای فتح پایتخت بیزانس قسطنطنیه آماده میشد، اما سال 1402 تیمور لنگ با نیروهایش بعد از کش و قوس‌های بسیار
به جنگ رو آورد و در آنکارا سپاه با یزید را به سختی شکست داد و خود او را به اسارت گرفت. سلطان عثمانی بر اثر آزار و ایذای فراوان بعد از 8 ماه اسارت درگذشت. 1406 شهر ممنوعه چین. شهر ممنوعه پین یین، وسیع ترین مجموعه معماری چوبی در جهان، منطقه قدیمی در پکن، پایتخت کشور چین و یکی از مهمترین دیدنی های تاریخی این کشور است. طبق یادداشت های تاریخی، در سلسله مینگ 100,000 صنعتگر و 1,000,000 کارگر در ساخت این مجموعه عظیم باستانی شرکت داشتند. احداث شهر ممنوعه در سال 1406 میلادی آغاز گردید و ظرف 14 سال کار مداوم ساخته شد. مساحتی حدود 72 هکتار را در بر می‌گیرد و ساختگاهی مستطیل شکل دارد. درون یکی از قصرها در شهر ممنوعه با حدود 13,000 شکل اژدها تزئین شده است. اژدها در فرهنگ چین نماینده قدرت امپراتوری است. ۱۴۱۰ نبرد گرونوالد. میان سالهای 1409 تا 1411 میلادی بین لهستان و لیتوانی از یک سو و شوالیه‌های تتونیک از سوی دیگر جنگ بزرگ گرونوالد در گرفت. شوالیه‌های تتونیک یک فرقه نظامی در دوران قرون وسطا بودند. این جنگ که تیون بسیاری از رهبران تتونیک کشته و یا اسیر شدند، موازنه قدرت در اروپای شرقی را تغییر داد و اتحاد لهستان لیتوانی را به قدرت برتر منطقه تبدیل کرد. 1415 نبرد آژینکورت. در تاریخ جنگ های 100 ساله نبرد بزرگ آژینکورت که سال 1415 بین انگلیس و فرانسه روی داد یک نقطه عطف است. جنگ مزبور در نزدیکی آژینکورت در شمال فرانسه واقع شد و پیروزی هنری پنجم پادشاه انگلیس در برابر ارتش از لحاظ عددی برتر نیروی فرانسه یک دوره جدید در جنگ را به وجود آورد. بعد از آن هنری پنجم با دختر پادشاه فرانسه ازدواج کرد و فرزند آنها وارث تاج و تخت فرانسه و انگلستان هر دو شد. 1419 سوختن یانهوس در آتش. یانهوس استاد دانشگاه و یک مصلح دینی بود که مردم پراگ را به قیام علیه سلطه آلمان‌ها و کلیسای کاتولیک رومی برانگیخت. او بر ضد مالندوزی روحانی نمایان کاتولیک و بخشش گناهان توسط آنان تبلیغ می کرد و می گفت زمین هایی که در دست کلیساست
باید به نفع مردم ستم دیده مصادره شود. یان هوس کتاب‌های مذهبی را که به زبان لاتین و برای مردم نامفهوم بود به زبان چک ترجمه کرد و پاپ را ضد مسیح خواند و معصومیتش را زیر سوال برد. مجمع روحانیون بلندپایه کلیسای کاتولیک یان هوس را به محاکمه کشاندند و در حالی که به او اجازه دفاع ندادند به مرگ در آتش محکومش کردند. پیش از مرگ از یان هوس خواسته شد تا حرفهای خود را پس بگیرد و توبه کند، اما او حاضر به این کار نشد و مرگ در آتش را ترجیح داد. کمی بعد هواداران یان هوس سر به اعتراض برداشتند که از 1424 میلادی تا 10 سال بعد ادامه داشت. ۱۴۲۲ جنگه حاجی محمود شمس. جنگه با نام اصلی حاجی محمود شمس، نام دریا سالار و مکتشف ترک ایرانی تبار چینیست که در سده 15 میلادی میزیست. جنگه فرماندهی ناوگان امپراتوری چین را طی 7 سفر دریایی به عهده داشت. جاوه و سوماترا در اندونزی، هند، ایران و خلیج فارس، دریای سرخ و بخش‌های مختلفی از آفریقا و جنوب شرقی آسیا از جمله مناطقی هستند که توسط ناوگان چین به رهبری وی مورد کاوش قرار گرفتند. ژنگ‌هه و همراهان او شرح مشاهدات خود و نقشه مکانهای مورد بازدیدشون را به صورت گزارش ثبت می نمودند که بخشهایی از آن موجود است. 1434 هنری دریانورد. هنری دریانورد پسر پادشاه پرتغال و خواهرزاده شاه انگلستان 77 سال پیش از سفر کریستوف کولوم به قاره آمریکا و 82 سال پیش از سفر واسکو داگاما به شرق برای اشغال یک بندر در ساحل مراکش راهی شمال آفریقا شد. گفته می شود سال 1434 که هنری دریانورد به ساحل غربی آفریقا رسید، شمار زیادی مرد و زن و کودک را به اسارت گرفت و آنان را با خود به عنوان برده به پرتغال برد و در بازار لیسبون فروخت. 1436 گنبد کلیسای جامع فلورانس. کلیسای اصلی شهر فلورانس ایتالیا که ساخت اون در سال 1296 میلادی آغاز شد، در سال 1436 با گنبدی به اتمام رسید که توسط فیلیپو برونولسکی مهندسی شده بود. این کلیسا جایگاه شورای فلورانس بود. جیرولامی ساونارولا در اون سخنرانی کرد و شاهد قتل امثال جولیانو مدیچی بوده است. گفته می شود معمار این بنای باشکوه در ایجاد گنبد کلیسا تحت تأثیر معماری گنبد سلطانیه دوره ایلخانی نیز بوده است. سلطانیه در 43 کیلومتری شهر زنجان واقع است.
1439 گوتنبرگ صنعت چاپ را اختراع کرد. 1440 به قدرت رسیدن آستک ها. آستک ها دارای اسطوره بسیار غنی بودند. آنان خود را بیشتر مکزیکا صدا می کردند که از آن امروزه نام کشور مکزیک مشتق شده است. پایتخت آستک ها تنوشیتیلان نام داشت. با اون که قدرت و حکومت امپراتوری آستک های باستان صده ها قبل نابود شده، اما تأثیرشون در جنبه های گوناگون زندگی فرهنگی مردم مکزیک همچنان باقی است. برخلاف مایاها که گاه به گاه و صرفاً تحت مراسم آیینی قربانیان انسانی داشتند، آستک ها به برپا کردن جشن خون و آدمخواری شهره بودند. ذرت، سیب زمینی، گوجه فرنگی، کاکائو، کدو و فلفل برای نخستین بار توسط آستک ها و اینکاها کشت شدند. اوائل قرن 16 1521 میلادی آخرین حکران آستک ها پس از جنگ های خونین خود را تسلیم اسپانیایی ها کرد. 1444 در نبرد وارنا که در شرق بلغارستان نزدیک وارنا رخ داد، ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان مراد دوم ارتش‌های مجارستان و لهستان را شکست داد. 1446 الفبای کره‌ای و خط هنگول. شاه سجونگ، چهارمین امپراتور سلسله چوسان در کره، خطی را که خود ابداع کرده بود 9 اکتبر 1446 معرفی نمود. در کره جنوبی هر ساله روز 9 اکتبر ابداع و اعلام خط کره ای را جشن می گیرند و به اون روز هانگول می گویند. در کره شمالی 15 ژانویه را جشن می گیرند که چوسانگول نامیده شده است. 1453 قسطنطنیه به دست ترک های عثمانی افتاد و پایان امپراتوری روم شرقی رقم خورد. 1456 با تسلیم سربها در برابر امپراتوری عثمانی بلگراد محاصره شد و بارها مورد تاخت و تاز قرار گرفت. 1464 امپراتوری سونگای. امپراتوری سونگای یک پادشاهی گسترده در غرب آفریقا در سده های 15 و 16 میلادی بود. این امپراتوری به نام قوم سونگای که رهبری اون را بر عهده داشتند نامیده شد و یکی از بزرگترین امپراتوری های آفریقا بوده است. رهبران این امپراتوری مسلمان بودند. این منطقه امروز در کشورهای نیجر و بورکینا فاسو قرار دارد. نخستین پادشاه امپراتوری سونگای سنی علی نام داشت که از سال 1464 تا 1493 فرمان روایی کرد. ۱۴۶۷ شورش اونین در ژاپن. شورش اونین یک جنگ داخلی بود
که از 1467 تا 1477 در ژاپن به طول انجامید. در اثر این جنگ که چون موارد مشابه بر سر قدرت صورت گرفت، بیش از نیمی از شهر کیوتو سوخت. جنگ اونین سبب ضعیف شدن قدرت سرداران جنگی شگونها شد و در برخی از مناطق مردم حکومت مستقل تشکیل دادند. شاخه نظامی بوداگرایی هم حکومت مستقلی را ایجاد کردند که 100 سال ادامه داشت. 1469 بنیانگذاری آیین سیک. در سده 15 میلادی در منطقه پنجاب از شبه قاره هند آیین سیک بنیان نهاده شد. سیک به پنجایی به معنی شاگرد است. باورهای بنیادین دین سیکی بنابر آنچه پیروانش ادعا دارند، مراقبه، یگانگی و برابری، تلاش برای عدالت اجتماعی و رفتار و زندگی صادقانه است. کتاب گرانت صاحب مهمترین کتاب مقدس آیین سیک است. زیارتگاه اصلی پیروان آیین سیک دربار صاحب یا معبد طلایی است که در شهر امریستار در ایالت پنجاب هند واقع شده است. 1471 امپراتوری اینکا و ماچو پیچو. واژه اینکا به معنای خدا در زمین برگرفته از زبان بومیان کشور پرو در آمریکای جنوبی است. امپراتوری اینکا مردم بومی سرخپوست کشورهای امروزی پرو، اکوادور، بولیوی و بخشهای از آرژانتین، شیلی و کولومبیا را در بر می گرفت. پیدایش و تکامل تمدن اینکا هنوز در حاله از ابهام باقی مانده است. یک دلیلش این است که اینکاها فاقد خط بودند و از همین رو درباره تاریخ آنان منبع و نوشته‌ای وجود ندارد. خورشید خدای اینکاها بود و گفته می شود خیلی پیشتر، قبل از اون که یک لاما یعنی نوعی شتر را قربانی کنند، دخترانشون را به قربانگاه می بردند. تمدن اینکا در آغاز تنها یک دولت شهر کوچک بود، اما در سده 15 میلادی پاچاکوتی نهمین امپراتور اینکا با گشودن بخش بزرگی از کوههای آنود قلمرو اینکا را بسیار فراتر برد. شهر اسرارآمیز ماچاپیچو که اکنون در پرو واقع است در زمان وی ساخته شد. پسرش توپاک یوپانکی هم قلمرو اینکاها را توسعه داد. امپراتوری اینکا در سده 16 با ورود اسپانیایی ها به پرو در هم شکست. 1480 ایوان کبیر. ایوان سوم ملقب به ایوان کبیر در سالهای 1462 تا 1505 در روسیه حکمرانی کرد و وسعت قلمرو تحت حکومت خود را سه برابر نمود. ایوان سوم در سال 1480 با خودداری از پرداخت باج به تاتارها و دست زدن به حملات مکرر، راه را برای شکست کامل ارتش مغول هموار ساخت. 1485 رمان مرگ آرتور لمخت دختور. با نگارش رمان مرگ آرتور توسط توماس مالوری، یکی از بهترین آثار منصور قرون وسطا خلق شد. هسته داستان افسانه تریستان و ایزولوت است که به نظر هانری ماسه خاورشناس فرانسوی و دکتر پرویز ناتل خانلری با داستان عاشقانه ویسورامین مشابهتی عمیق دارد. ویسورامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی،
یک سده پیش از نگارش تریستان و ایزولت تألیف شده است. ۱۴۸۵ جنگ گلها. جنگ روزها یا جنگ گلها اشاره به رویارویی دو خاندان قدرتمند انگلیسی، لانکاستر و یورکس، که بین سالهای 1455 تا 1485 روی داد. خاندان لانکاستر نشان گل سرخ و خاندان یورک نشان روز سفید داشتند. علت این درگیری های خونین تلاش هر یک از دو خاندان برای رساندن یکی از اعضای خود به پادشاهی انگلستان بود. در طی این نبردها ریچارد سوم کشته شد و هنری هفتم به پادشاهی انگلستان رسید. ۱۴۹۲ کریستوف کولومب. کریستوف کولومب که نام اصلی او کریستول کولون است، سوداگر و دریانورد اهل ژنوا در ایتالیا بود که بر حسب اتفاق قاره آمریکا را کشف کرد. او که از طرف پادشاهی کاستیل، بخشی از اسپانیا، یکی از ایالت‌های خودمختار اسپانیا در آن زمان مأموریت داشت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان، یا بهتر بگویم آسیای جنوبی و شرقی بیابد، در سال 1492 میلادی با سه کشتی از اقیانوس اطلس گذشت، اما به جای آسیا به آمریکا رسید. کریستوف کولوم نمیدانست که قاره ناشناخته را کشف کرده است. عواملی چون تبلیغ دینی و گسترش مسیحیت، شور ضد اسلام در اون روزگار، بیم از خطر کشور پرتغال، اشتیاق به یافتن طلا، ماجراجویی، امید به فتح سرزمین‌های جدید، همچنین نیاز اروپا به تهیه ادویه و گیاهان معطر و دارویی، انگیزه نخستین سفر کریستوف کولومب به هند شد. کریستوف کولومب از چهره‌های بحث برانگیز تاریخ است. در حالی که برخی وی را به خاطر نقش موثری که در گسترش فرهنگ و تمدن غرب ایفا کرد می‌ستایند، اکثر سرخپوستان آمریکا او را مسئول مستقیم یا غیر مستقیم کشتار ده میلیون نفر از مردم بومی و عامل استثمار آمریکا از سوی اروپا می دانند. کریستوف کولومب در نامه‌ای به فرمان روایان کاتولیک در اسپانیای اون زمان، فردیناند و ایزابلا، شاه آراگون و ملکه کاستیل، درباره بومیان آمریکای مرکزی که در مجمع الجزایر بهاما دیده می نویسد: اگر اعلی حضرتین دستور فرمایند، می توانم تمام اونها را به کاستیل گسیل دارم یا در همین جزیره به اسارت گیرم. 50 مرد کافی است تا کل این مردم را تحت انقیاد درآورید و به انجام دادن هر کاری وادار سازید. این مردم بسیار نجیبند و نمی دانند بدی چیست. هیچ نوع سلاحی هم ندارند. نه یکدیگر را می کشند و نه از هم سرقت می کنند. یادآوری کنم که فرمان روایان کاتولیک لقبی بود که به فردیناند از پادشاهی آراگون و ایزابلا از پادشاهی کاستیل در دوران حکومتشون داده شد. اون دو به منظور اتحاد دو پادشاهی با یکدیگر ازدواج کردند و در صدد تشکیل اسپانیای واحد بودند. 1492 سقوط قرناطه. پیشتر
در بخش 38 به رکونکیستا یعنی بازپسگیری اسپانیا از اعراب که به اون جنبش استرداد یا سقوط اندلس هم گفته می شود اشاره نمودم. به یاد داریم که موروهای مسلمان در اوایل سده 8 میلادی بیشتر شبه جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا را به اشغال خود درآورده بودند و خلافت کوردوبا پایتخت حکومت امویان در اسپانیا اوائل سده 11 از هم پاشیده بود. اما هنوز امیرنشین‌های طایفه‌ای کوچکی در اسپانیا وجود داشت. در 1211 مسیحیان شکست سختی را به اعراب تحمیل نمودند و سال 1248 آنان را به عقب نشینی‌های تازه واداشتند. تنها امارات قرناطه در گرانادا در جنوب اسپانیا بود که در کنترل موروها قرار داشت که تا پایان سده 15 فتح شد. امیرنشین گرانادا علی‌رغم کوچکی وسعتش توانست تا 1492 که سرانجام تسلیم شد به حیات خود ادامه دهد. ۱۴۹۴ قرارداد توردیسیلاس. پرتغال و اسپانیا برای جلوگیری از برخورد منافع و تقسیم جهان بیرون از اروپا بین خودشون نیاز به نوعی تفاهم داشتن و سال 1494 پاپ الکساندر ششم با تنظیم پیمان توردیسیلاس راه را برای این تفاهم هموار نمود و آنان بر مناطق شرقی قاره آمریکا و برزیل هم حق تسلط پیدا کردند. با فرمان پاپ سرزمین‌های کشف شده در دو سوی اقیانوس اطلس بین دو دولت پرتغال و اسپانیا تقسیم می‌شد. در قرن 15 کمبود ادویه و به خصوص فلفل در اروپا به یک مشکل بدل شد و فقط پادشاهی ونیز می توانست اون را از طریق مدیترانه وارد کند. پس اسپانیا و پرتغال برای دستیابی به منبع فلفل در هند به راه افتادند. برای جلوگیری از جنگ بین دو کشور کاتولیک، کلیسا زمین را به دو قسمت تقسیم کرد. بدین صورت که از سمت غرب هر جا کشف شد متعلق به پادشاهی اسپانیا باشد و سرزمین های کشف شده در سمت شرق را هم پرتغال تصاحب کند. 1497 واسکو دوگاما. واسکو دوگاما جهانگرد و کاشف پرتغالی از راه دریا از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک به هند رفت. واسکو دوگاما برای تحکیم سروری پرتغال در اقیانوس هند به خشونت‌های هولناک دست زد. گفته می شود صیادان بی سلاح را مسلمی کرد و سر و دست و پای آنها را با پیام کتبی برای حکام می فرستاد تا بفهمند مقاومت بی فایده است. 1498 جیرولامو ساونارولا. یکی از کسانی که در قرون وسطا با فساد دستگاه کلیسا در افتاد و در آتش ظلم آنان سوخت
کشیش ایتالیایی جیرولامو ساوونارولا بود که البته خودش با نوآوری و تغییر میانه‌ای نداشت. داستان وی به ایتالیا و شهر فلورانس مربوط است. زمانی که شارل هشتم پادشاه فرانسه به ایتالیا حمله کرد و کلیسای کاتولیک به فساد افتاد. وقتی زیر پای خاندان مدیچی که سالیان دراز در فلورانس حکومت کردند سوس شد، فلورانسی ها جیرولامو ساوونارولا را برگزیدند تا فرمان روای روحانی شهر باشد. ساوونارولا برگزاری مجالس جشن و سرور را ممنوع اعلام کرد و پیروانش را خانه به خانه در پی آینه ها، نقاشی ها، کتاب ها، لوازم آرایش، مجسمه ها، کلاهای زنانه، وسایل موسیقی و شطرنج ها فرستاد و پس از گردآوری کل اونها را در آتش بزرگی در میدان شهر که آتش بزرگ غرور می نامید سوزاند. متاسفانه رویارویی با ستمگران به قشریگری و جمود مشروعیت نمی بخشد. گفته می شود که بسیاری از نقاشی های مهم رنسانس در این آتش نابود شدند. وقتی الکساندر ششم که آدم خوشنامی نبود با دادن رشوه به کاردینال ها به مقام پاپی برگزیده شد، به دلیل فسادش ساوونارولا با وی کنار نیامد و پاپ هم وی را به دلیل نافرمانی تکفیر کرد. ساوونارولا پیام داد حرف من حق است و روی کلمه حق می ایستم. عاقبت وی را با دو تن از یارانش زندانی کردند و به سختی شکنجه دادند و 23 می سال 1498 هر سه را به دار کشیدند و سپس در میدان شهر در آتش سوزاندند. نیکولو ماکیاول که یکی از تماشاگران اون صحنه هولناک بود، در تأثیر این واقعه پرسیده است: آیا راستی و دوستی بدترین سیاست هاست و تزویر و نادرستی کوتاه‌ترین راه نیل به پیروزی؟ تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک ادامه خواهد داشت.